سلام، خوش اومدین به 59مین شماره از روزنامه تو. امروز شنبه 13 اسفند ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. ستاره ایرانی کنار غول‌های جهان فوتبال. تشکیل مثلث طارمی، مسی و نیمار در اروپا. مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پورتو، عملکرد خوبی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا داشته. با آماری که اخیراً از بازیکنانی با بیشتر از 10 گل و پاس گل در این رقابت‌ها منتشر شده، نام مهدی طارمی در کنار بزرگان فوتبال جهان از جمله مسی و نیمار قرار گرفته. طارمی تاکنون موفق به ثبت 21 گل و 11 پاس گل در این رقابت‌ها شده. خبر خوش برای فوتبال ایران. چشمک سرخابی‌ها به آسیای 1402. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که به تازگی روی صندلی نایب رئیسی در کنفدراسیون آسیا ابقا شده، به دنبال اینه تا جلسه مهمی را با برخی مقامات زیرب در AFC برای حل و فصل مشکلات مربوطه به محرومیت استقلال و پرسپولیس برگزار کنه تا راه‌های آزادسازی مطالبات ارضی سرخابی‌ها و رفع بدهی این دو باشگاه مورد بررسی قرار بگیره. در این زمینه شنیده میشه تعدادی از بانک‌های قطری هم برای انتقال این پول آمادگی خود رو اعلام کردن. دیاباته بازی تراکتور را هم از دست داد. کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که شیخ دیاباته به صورت قطعی در دیدار تراکتور حضور نخواهد داشت و احتمالاً بازی سپاهان را هم از دست میده تا یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان همچنان در خط حمله خود چالش‌هایی را تجربه کنه. دیاباته در چند ماه اخیر مصدومیت‌های زیادی را تجربه کرده. جزئیات جدید از قرارداد مرد پرتغالی با آبی‌ها. تا پیش از این طور روایت شده بود که قرارداد ساپینتو برای فصل بعدی رقابت‌ها در صورتی امضا خواهد شد که هر دو طرف ماجرا برای فصل بعدی راضی به همکاری باشند. اما فرهیختگان مدعی شد که جزئیاتی از قرارداد ساپینتو نشون میده که این قرارداد به طوری بسته شده که در پایان فصل اول و برای فصل دوم اگه باشگاه استقلال موافق بود، این همکاری برای فصل بعدی ادامه پیدا میکنه. غیبت هافبک استقلال در بازی با گلگهر. درباره مهدی مهدیپور گفته میشه که روند درمانی اون خوب طی شده و احتمال داره به دیدار با گلگهر سیرجان برسه. اما این بازیکن هنوز شرایط بازی رو نداره. هافبک استقلال 2 روز پیش در بخشی از تمرین گروهی حضور یافت، اما باز هم احساس درد کرد و با صلاح دید کادر پزشکی به تمرینات اختصاصی خود ادامه داد. بازگشت لژیونر ایرانی به میادین. از ساعت 23:30 شب گذشته و در ادامه دیدارهای هفته 35 چمپیونشیپ انگلیس، آل سیتی مقابل وست برونویچ آلبیون با نتیجه 2-0 به برتری رسید. نکته قابل توجه این مسابقه بازگشت الله‌یار صیادمنش به میادین. مهاجم جوان تیم ملی ایران که به خاطر مصدومیت مجبور شد حدود 2 ماه از مستطیل سبز دور باشه، در دقیقه 76 به جای رایان لانگمن وارد زمین شد.